چطوری تو؟ خوبی؟ آره خوشش میاد. چیه؟ سلام، من دکتر شیرازی هستم، به محل کارم خوش اومدی. اینجا آزمایشگاه ماست. شما از اقتصاد دانش بنیان چی میدونید؟ به عرصه بایوتکنولوژی تولید مثل خوش آمدید. اینجا مزرعه تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سیناست، جایی که علم ژنتیک و اصلاح ژن به کمک دامداری و دامپروری اومده تا نتایج اقتصادی مفیدتری رو رقم بزنه. میتونیم این اتفاق رو یکی از جلوه های اقتصاد دانش بنیان به حساب بیاریم. در اینجا یه تعدادی گاو از نژادهای به خصوص، نژادهای شیری خاص و نژادهای دو منظوره هستن. هدف از بسیار فعالیت‌های پژوهشی که در اینجا صورت می‌گیره در اصل استحصال تخمک از گاوهایی با این نژادهای به خصوصی هست که خدمتتون عرض کردم که پرمسلم شناسنامه دار هستن و به لحاظ تولید شیر و یا هم شیر و گوش در نژاد دو منظوره اهمیت خاصی دارن. بنابر این هدف این هست که ما بتونیم از این نژادهایی که فعلا در مزرعه تحقیقاتی پژوهشگاه ابن سینا هست تعدادی تخمک به صورت متوالی در هر هفته یک بار یا هر ده روز یک بار اخذ بشه. این تخمک ها در شرایط آزمایشگاهی بارور بشن با اسپرم هایی که از نظر ژنتیکی برای ما شناخته شده هستن، کیفیتشون. بنابراین در دراز مدت شما تونستید گله هایی رو داشته باشید از گاف های ارزشمند به لحاظ خصوصیات ژنتیکی که خدمتون توضیح داده شد. ما لیدوکاین و ترکیبی از لیدوکاین و زایلازین رو به اصطلاح برای بی اس ای کاودال اپیدورال استفاده می کنیم تا حیوان حین انجام کار تقلایی نداشته باشه، محوطه لگنیش اصطلاحا ریلکس شده باشه تا متعاقبا اگه لطف کنید بچه ها متعاقبا الان این ناحیه رو دوستان ضد عفونی کردن. من جایی رو که قرار تزریق انجام بشه رو مشخص میکنم، فضای بین مهره ایه که در فضای اپیدورال بین مهره ای طبعا این تزریق صورت میگیره. تخمک ها به آزمایشگاه منتقل میشه. این تخمک ها یک روز داخل آزمایشگاه میمونه و بعد با اسپرمی که این اسپرم هم خصوصیات ژنتیک ممتازی داره لقاح داده میشه. بعد از یک روز جنینی به دست میاد که ما این جنین رو تا 7 روز داخل آزمایشگاه نگه میداریم و بعد از 7 روز اون جنین هایی که کیفیت خوبی داره برای انتقال به گاو های گیرنده، این جنین ها رو فریز میکنیم داخل تانک ازوت نگهداری میکنیم تا زمانی که موقع انتقال باشه به گاوداری های گیرنده. این که ما به عنوان حالا کشوری در خاورمیانه شاید جزو میشه گفت پیشگامان در این عرصه هستیم بماند، ولی در دنیا خیر این مسئله حدوداً شاید بیش از 15 سال هست که به صورت تجاری داره دنبال میشه. هرچند پیشتر از اینها بحث استفاده از این دانش فنی، منظورم استفاده از سونوگرافی برای استحصال تخمک از دام زنده، شاید پیشتر از این در کشور هلند، کشورهای بعضن اسکاندیناوی و غیره به صورت میشه گفت حالا آزمایشگاهی و تجربی استفاده شده، ولیکن استفاده کاربردیش خصوصا در کشور برزیل و کشورهای آمریکای شمالی و نورث آمریکا و آمریکا و بعضا برخی از کشور اروپایی سالهاست داره انجام میشه و اهمیت این قضیه اونها رو مجبور کرده به استفاده از انتقال جنین‌هایی که پیشتر از این جینومش شناسایی شده است به لحاظ جینوم پدری و مادری، و طبعا ما هم داریم از این تکنولوژی استفاده میکنیم. اون چه که الان دارید میبینید گوساله های جرزی هست که مطابق روندی که خدمتون توضیح دادم بحث استحصال تخمک از دام زنده و نهایتا آی وی افش در شرط آزمایشگاهی و انجماد جنین و انتقالشون و نهایتا گوساله هایی هست که الان میبینید به دنیا اومدن. البته تعداد گوساله‌ای که اینجا می‌بینید تعدادش تعداد محدودی هست، منتهای مراتب
در تعدادی از گاوداری‌های صنعتی که اینها انتقال داده شده، به اصطلاح الان حدود یک سال، به اصطلاح به سن یک سالگی رسیدن و آمادگی استفاده مجدد دارن. علی ای حال کار ما فعلا رو نژاد جرزی و سیمنتال و احیانا در آینده رو چند نژاد گوشتی هست که قراره که با استفاده از این تکنولوژی عملا گوساله‌های به اصطلاح به دنیا اومده رو با استفاده از این تکنولوژی داشته باشیم. این مایه فولیکولی هست که الان تخمک‌ها داخل این به اصطلاح محلول هست که میره توی آزمایشگاه جدا میشه از مایعات فولیکولی همراه. در بیار دوباره برو. اگر کسی توانمند هست و مجموعه ای توانمند هست و میخواد کاری انجام بده، انتظار داره که انجام کار و مراحل انجام کار براش تسهیل بشه، خصوصا وقتی این رو عملا نشون میده که این قابلیت و این توان رو داره. دیگه اینکه من تو بازاریابی، تو پیدا کردن فرض کنید مجموعه‌ای که از من این محصولم رو بخره، اگر تشخیص داده میشه که این فناوری یا مجموعه فناوری‌ها و محصول نهایی ارزشمند هست، خود مراجع ذی‌ربط دولتی باید پیگیر به اصطلاح پیدا کردن بازار هدف. با اینکه ما از قبل توی نرم افزارهایی که طبعا برآورد اقتصادی می‌کنیم همه این محاسبات رو کردیم، ولی اینکه بخوایم تمام کارها رو خودمون انجام بدیم ما رو مستهلک می‌کنه، ما رو خسته می‌کنه و خیلی‌ها این حوصله و این توان رو ندارن. برای همین منظور بهتره که به جای حرف زدن به طور عملی در ارتباط با چشم‌انداز شرکت‌های دانش بنیان یا کلاً هر فعالیت علمی دانشگاهی خصوصی و غیره، بهتره که دولت و مسئولین ذی‌ربط مسئولانه، اون چه که ما هی میگیم متعهدانه، ولی خب خیلی از جاها صرفاً در حد کلام هست، بهتره که به شکل عملی این مسائل دنبال بشه. چیه تا اومدی؟ در مورد این که چه حمایت‌هایی رو ما میتونیم از حالا مسئولین و به نوعی از دولت انتظار داشته باشیم، اون چه که ما انتظار داریم این نیست که دانش فنی ما رو اضافه کنن، نیست که به معذر علمی چیزی بدن، چرا که ما خودمون پایونیر این قضیه در کشور بودیم. اون چه که ما انتظار داریم کمک‌های مالی هست که میتونه در توسعه این فناوری و استفاده حداکثری از مجموعه این دانش فنی به ما این کمک‌ها داده بشه، ولی متاسفانه هیچ کمک مؤثری رو تا به حال دریافت نکردیم، جز اون چه که خود پژوهشگاه ابن سینا و دوستانی که در پژوهشگاه ابن سینا ما رو همراهی کردن، کمک دیگه از جایی دریافت نکردیم. بچه این دومش باید چیز بشه، بسته بشه. این دام در افقی قبلی سی ال داشته و یه دونه. بله، مرسی. آرزوی موفقیت، آرزوی سربلندی، آرزوی استقلال به معنای واقعی در عرصه‌های علمی و آرزوی عاقبت به خیر شدن مملکت و مردممون.